درود. در برنامه موسیقی بی بی سی در بلور بنفش، سازهای ایرانی، لباسی باستانی و اجرای امروزی، رابعه زند، سمانه گلکار برای ما می نوازند قانون تنبک. بسیار عالی، بسیار عالی، مرسی. هفتش تا فیلم برداره ما براتون دست دادن. سپاس. خیلی خوش اومدم. شما خوش اومدین، خیلی ممنون. قطعه چهارمزار خیلی پرهیجانی بود و پنجای سهرامیز و ضربات کوبنده شما. شما چند وقت کار میکنید؟ سمانه جون، اینطوری من باهاشون آشنا شدم که وارد کلاس‌های آموزش قانون من شدن و بعدش اینکه من میدونستم که شون نوازنده توانای تنبک هستن. از عجوبه های تنبک. بله واقعا، و بی حاشیه و بدون ادعا. بسیار. به شما واقعا اومدین قانون یاد بگیرین؟ بله. چرا من. کم نبود؟ نوازنده خیلی خوبی هم هستن. جدی؟ قانون می نوازن خیلی هم خوب. من کلا اصلا از بچگی خیلی ساز قانون رو دوست داشتم، بعد دیگه موقعیتش پیش اومد رفتم پیشه. پیشو دیدید. بله. ولی تنبک شما هم بسیار چیره دستانه است. شما چطور که شروع کردید؟ من از خیلی سن کم دیگه، از 8 سالگی شروع کردم و در محیط گرم خانواده؟ دقیقا. من مادرم خیلی علاقه داشت به ساز تنبک، دیگه منو گذاشت. پس الان دو دهه میشه تقریبا شما راحت. آره خیلی خوشحال. شما خانم رابعه، خب از کسانی هستیم که ساز قانون رو هم درس میدین و حتی چنگ رو هم که
ابداع کردید بدون شک الهام گرفته از روش‌های قانون که باز از چنگ به احتمال زیادی میاد. آره، من الان حدوداً چند ماهی میشه که یه آکادمی مخصوص ساز قانون ایرانی و چنگ‌های باستان در واقع افتتاح کردم که به تخصصی نوازندگی خود قانون و قانون ایرانی بیشتر میپردازیم. ولی یک کاری رو کردیم که فکر میکنم که این خیلی برای موسیقی ایرانی و کلن برای موسیقی که بچه ها شروع میکنن امیدوار کنند است. اینکه ما اومدیم موسیقی کودک رو داریم کار میکنیم، ولی به جای ساز مثلا بلز که تو عرف کار میکردن از چنگ های باستانی کوچیک استفاده میکنیم. یه تغییرات هم توی قانون دادید شما، درسته؟ نه، یه سری کارهایی که مثل ویبراسیون و اینا یه سری تغییرات کوچیکی دادم که بتونم که یه سری کارهای صداهای ایرانی رو بهتر براش. و قانون هم در اصل همون چنگ میشه گفت افقی ما هستش که خیلی دوست دارم یکی از اجراهای شما رو، یکی از این چنگ ها رو ببینیم و شما برامون اجرا کنین و خوش باره شاهداتون. کاش که ما هم میتونستیم کارگاه شما آکادمیتون باشین. خیلی متشکرم. ما ساز شما رو عوض میکنیم که چنگ باستانی رو بشنوین، چنگ ارجان. ممنون. این مال شما. بسیار عالیه. حتی من باهی میزنم که خود ترقیه شما نشد. خیلی متشکرم. بسیار زیبا زدین خانم سمانه. خیلی متشکرم خانم رابعه. خب این سازه که باید توضیح بدین، تقریبا میشه حد زد که از سازهای باستانی بدون شک هست و اینکه چطوری این ساز جدی گرفته شد و روی زانوی شما نواخته شد داستان جالب باید داشته باشه. سال 1361 یک در واقع روی صد مارون وقتی که داشتن صد رو در واقع بازسازی میکردن یک تابوتی پیدا کردن از زیر خاک که توش یه سری اشیاء باستانی و قدیمی بود. یکی از این اشیاء یه جامی بود که چون تو اون منطقه ارجان پیدا شد اسمش شد جام ارجان که در واقع روی دورهای مختلف این جام تا لبش لبه هاش در واقع نقوش برجسته‌ای بود که
یه قسمتش شاید بهتون میگم حدوداً 6 تا 7 تا فقط چنگ توش وجود داره. یکی از اون چنگ ها همین چنگ ارجان ما اسمشو گذاشتیم که در واقع نشون میده که اون جام که 3400 سال پیش چقدر موسیقی حاضر اهمیت بوده و در سال فکر میکنم که 1390 توسط آقای شکری ساخته شد. میتونم بهتون بگم تا الان تکنیک 7 تا 8 تا ساز مختلف رو این ساز دارم پیاده میکنم. چون شما فکر کن 8 تا سیمه، شما اصلا حساب کنید دو ره می فا سول لا سی که 7 تا نوته یه دونم داره، یعنی یک اکتاو یک گامه و یه ذره سخت آهنگسازی واسه این سازها. حتی اینجا که میخواستم شروع بکنم، حسی که میخواستم بگیرم کتیبه ها رو به یاد میآوردم و بانوانی که نقش برجستشون روی این کتیبه ها بود که یکی از آهنگایی که میخوام براتون اجرا بکنم که اون خواهد بود. بله دقیقاً، من میخواستم بهتون بشنوی و خیلی کار زیبا و با ارزش، هم سازنده این ساز هم کسی که ابتکارش رو خرج داده که این کار بکنه و همین که پوستی که روش هست شما مهمون ساز رنگی و کوبه استفاده میکنه، میگم ابتکار خودتونه یا اینکه رو نقشه بود؟ ولی رو نقشه نه، دست رو سیمه. من ندیدم که دست رو خوش باشه. خوانا ابتکار بسیار جالبی برای ما. بله. با هم دیگه میشنم این دوباره. حتما. حتما. اجرای دیگر از خانم رابع زن و خانم سمانه گل کار. در این قصر تاریخی هستیم، در این اتاقش و اتاق بغلیش، جایی که چند ساعت قبل برای چندین سال متوالی و سالهای آینده هنرمندان گرجستانی دارن کار معماران و هنرمندان اصفهانی 170 سال پیش رو مرمت میکنن، بازسازی میکنن و تمیز میکنن. و جالبه که اخیراً امضای معمار این قسمت از کاخ رو پیدا کردن، روی یکی از اون کنگره های اون بالا هست. و حالا این شما و این قانون و تنبک در تالار آینه.
سپاس. قطعه بود بسیار زیبا. خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنون خانم سمانه، خانم رابعه. در این ماه‌های گذشته شما دست به کار ساخت سازی بودید که سال‌های سال، هزاران سال حتی میشه گفت، در نقش‌های برجسته در سکوت نشسته بود و شما تونستید با استادانی در ایران این ساز رو بازسازی کنید. میریم با انگه این ساز رو ببینیم، ساز چنگ باستانی رنس، یکی از چنگ‌های ما هستش. همزمان هم شما یک قطعه بسیار زیبای تکنوازی اجرا می‌کنید که اصلا من اینو توی اینترنت دیدم، گفتم این خانم حتما باید با ما برنامه داشته باشن، که خوشبختانه سمانه قبول کرد و با ما هستش. قطعه رو می‌زنه که شباهت زیاده به هوای اکنون این شهر، چون رعد و برق داره می‌زنه، با باران داره میاد. خواهش می‌کنم ما بریم که ساز رو نگاه کنیم بعد از اجرای تنبک شما. سپاس سمانه برای ما تکنوازی کرد، خیلی متشکریم ازش. و حالا این ساز رو ما قولش رو دادیم ببینن. خیلی متشکرم. شما همیشه رم میگردن چون خیلی سنگینه این ساز بازسازی شده که ترقی هم اون تو کرد، امیدوارم چیزش نشده باشه. خیلی تبریک میگم به همه. چنگ باستانی ما هستش این چنگ، چنگ دوره ایلامی هستش، در شهر ایزه. 5 تا کتیبه بود که چنگ‌های افقی عمودی زیادی روش، درسته، چون بعضی چنگ‌ها حجاری در واقع شده، درسته. و این یکی از اون چنگ‌های عمودی هست که بغلم گرفتن ایستاده دارم میزنم. بله. من دیدم اون دقیقاً تو کتیبه‌های کولفرح که در واقع 5 تا کتیبه است. و این مهر خود ایلامی‌ها هستش، شکل خود مهر ایلامی ها که معرق شده رو ساز. و حالا گل های نیلوفر، نیلوفرهای آبی که از دوران هخامنشی هم داشتیم. و در ضمن اینا همه حف سوراخ شده. این اینجا که میبینی هم این هم معرقا داخلش سوراخ شده که صدا بیاد بیرون. بله، صدا بیاد بیرون. در قسمت داخلیش حالا اگه میخواین نشون بدیم، یه سری کلیدهای گذاشتیم به خاطر راحت تر بودن در نوازندگی، تغییر کوک. به خاطر همین یه سری کلیدها اضافه کردیم. فقط قانون هم هست این کلیدها. بله، که بتونیم دیگه به خاطر کوک رو عوض نکنیم. آره، بتونیم یه کوک داشته باشیم. سیم داره این داستان سیم‌هاش. داستان سیم‌ها که از تو کتیبه دقیق نمیشه در بورد که چند تا دقیقاً سیمه. آها. ولی اون چیزی که ما الان در بوریم دقیقاً حدوداً 2 اکتاو و یه دونه نوت واخونه. آها. که اصطلاحاً بهش میگن واخان، که یعنی ریتم میزنه میشه باشه یا هم صدا میکنه. بله، هم صدا میکنه. بله، دقیقاً. بینم پوسته. بله، حتی میزنیم روش پوست بوده. اکثر چنگ‌های قدیمی و باستانی پوست داشتن. البته اینم بهتون بگم، ما این کتیبه قدمتش حدوداً بین 4 الی 5000 سال پیشه. من اسم این چنگ رو گذاشتم ناپیراسو. برترین و معروفترین ملکه دوره ایلامی بوده و بانوی بوده که مقام داشته، نه به خاطر ملکه بودنش، قدرت و مقام داشته. و معنی ناپیراسو به زبان فارسی کنونی میشه ماه بانو.
خیلی عالی. میسپارم دست شما که برید آماده بشید با خانم سمانه که کوزه خواهند نواخت. البته لباسی هم که برای شما ترشه بسته لباس‌های همون دوره ها میتونه باشه، درسته؟ بله و الان متخصصش میاد راجبش صحبت. بله راجبش صحبت میکنه. خواهش کنم نمیشه این لباس‌ها باشن و خانم سوگل سنجابی نه در موردش صحبت کنن چون طرح کردن. خواهش کنم بفرمایید، شما میتونید بفرمایید. آماده بشید. بله. خواستین؟ خلاص کردن اومدین. البته این لباس شما هم بیشتر به لباس‌های باستان نیست ولی مدرن. شما خیلی کوشا هستین در زمینه بازسازی یا احیای لباس یا پوشاک باستانی ایرانی. لطف دارین شما. در واقع لباسایی که الان شما شاهدش بودین، چه تنه خانم زن چه سمانه عزیز، همه الهام گرفته از دوره ایلامی میشه که در واقع گفته میشه تمام هنر ایلامی به پارسی ها انتقال داده شده. لباس الهام گرفته از سه تا مجسمه و تندیس باقی مانده است که اولیش مربوط به بانو ملکه ناپیراسون میشه که همسر معروفترین پادشاه ایلامی اونتشگل بودن، و بعدی از یک نگاره‌ای که باقی مونده مربوط به یک خانم اشرافزاده در اون دوره می شده و کنیزشون، و صرفی روی یک آج فیل نگاره دیگه‌ای که ثبت شده بوده. ولی شورابه ها، خطوط، نقوشی که وجود داشتن مخصوصا روی لباس ملک ناپیراسو رو ما سعی کردیم بازسازی کنیم به گونه امروزی تر و بتونیم ازشون استفاده کنیم. لباس خودتون چیز داستانش؟ ترکیبی از رویه هاییه که توی لباس های ایلامی وجود داشته و بعد دقیقاً. خیلی متشکرم. و حالا شما خواهش کنم نظارگر باشید، تماشاچی باشید. خانم رابعه زند و خانم سمانه گلکار چنگ ایرانی را اجرا میکنند. Thank you.